سخن باز می شود. این گونه بی مبالغه آغاز می شود. حرفی که گفتنیست نباید نهان کنی، باید که گفته های دلت را عیان کنی. جانا بپرس آنچه که خواهی برای خود، پنهان مکن ز خاطر ما ماجرای خود. یک درود دیگه خدمت یکایک شما دوستان عزیز برنامه علامت سوال. خیلی خوشحال و خرسند هستم که در سه‌شنبه شب دیگه با برنامه علامت سوال در خدمت شما عزیزان هستیم و ممنون و تشکر از اینکه یک بار دیگه کانال 77 پاس رو و برنامه علامت سوال رو انتخاب کردید تا بیننده این برنامه باشید. عزیزان، همونطور که میدونید برنامه به صورت پخش زنده است و در 90 دقیقه آینده با هم خواهیم بود. با کارشناس عزیز برنامه در ارتباط با موضوعات بسیار مهم صحبت خواهیم کرد و همچنین جواب سوالات شما عزیزان رو خواهیم داد، چه سوالاتی که در گذشته پرسیده شده و چه سوالاتی که همین امشب قرار هست برای ما بفرستید. همونطور که میدونید عزیزان، میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده تماشا کنید بر روی کانال 77 پاس که از طریق ماهواره 100 پخش میشه. اما اگر دسترسی به ماهواره و تلویزیون ندارید، میتونید برنامه رو به صورت پخش زنده بر روی فیسبوک علامت سوال، بر روی اینستاگرام علامت سوال، بر روی کانال تلگرام علامت سوال که از این طریق در واقع میتونید بر روی یوتیوب 77 پارس به صورت پخش زنده تماشا کنید، چون همین الان لینکی قرار گرفته شد در کانال تلگرام و میتونید بر روی این لینک کلیک کنید و برنامه رو به صورت پخش زنده از طریق یوتیوب تماشا کنید. از همین طریق هم میتونید با ما در تماس باشید عزیزان. به غیر از این که میتونید مستقیما زنگ بزنید به استودیو و سوالاتتون رو مطرح کنید از طریق شماره تلفن 2044-207-806-98-32، میتونید از طریق راه‌های دیگه هم با ما در تماس باشید. پیغام‌های نوشتاری و صوتیتون رو بفرستید. اگر دسترسی دارید به تلفن هوشمند که معمولاً این روزها همه یه جورای دسترسی دارن، میتونید از طریق اپلیکیشن های واتساپ، وایبر و همچنین تلگرام با شماره تلفن 2035799937772 برای ما پیغام هاتون رو بفرستید و همچنین درخواست های دعاتون رو بفرستید، چون همونطور که میدونید در آخر برنامه برای عزیزانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا خواهیم بود. همچنین از طریق فیسبوک علامت سوال، اینستاگرام علامت سوال و همچنین یوتیوب هم میتونید برای ما سوالاتتون رو، نظراتتون رو بفرستید. از این طریق هم صحبت‌های شما عزیزان به دست ما خواهد رسید. در نیم ساعت اول برنامه تلفن برنامه گرفته نمیشه، اما از همین الان میتونید پیغام هاتون رو، سوالاتتون رو به صورت نوشتاری و صوتی برای ما بفرستید. خیلی وقتتون رو نمیگیرم. بعد از دیدن یک ویدیو کوتاه در رابطه با راه‌های ارتباطی برمیگردیم با مهمان عزیزمون. با ما باشید. بله، یک بار دیگه راه‌های ارتباطی با برنامه رو دیدیم، اگرچه به طور دائم بر روی گیرندتون تا آخر برنامه خواهید دید. همونطور که گفتم عزیزان، مهمان عزیزی داریم امشب از طریق اسکایپ، کشیش دکتر فریدون مخوف عزیز که امشب با ما هستن. برادر فریدون عزیز،
ضمن عرض سلام و خوش آمد. خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که میبینمتون. سالی جان، من هم خیلی خوشحالم که شما رو میبینم و همینطور خیلی خوشحالم که خداوند این فرصت رو داد که در خدمت دیگر عزیزانی که از طریق تلویزیون هاشون یا از طریق دیگر روابط ارتباط جمعیشون با ما وصل هستن در خدمتشون باشم و در واقع این سعادتیه برای من و براشون آرزوی سلامتی مخصوصا در یک چین روزهایی بکنم. بله، آمین آمین. ما هم همینطور این دعا رو برای شما و خانواده داریم. برادر فیضون عزیز، موضوعی که انتخاب شده امشب و انتخاب کردید سر تکون میدید، هنوز شروع نشده. اولا من انتخاب نکردم که، من از این موضوعات سخت انتخاب نمی کنم. شما انتخاب میکنید دیگه. لو ندید برادر فیضون. خب دیگه من چیکار کنم دیگه، منو میندازید تو هچر. حالا من چجوری باید این سوالات رو جواب بدم؟ نه خواهش میکنم برادر فیضون، صحبت بر اساس و در واقع تایتل برنامه و موضوع برنامه در رابطه با مسیحیت حساس به فرهنگ هست که میتونه خیلی به هر حال تفسیر و معانی شاید مختلفی داشته باشه، هر کسی از دیدگاه خودش و از نظر خودش. اما من فکر کردم که یه مقدار بیایم شاید عمیق‌تر یا متفاوت‌تر نگاه کنیم به این صحبت و به این موضوع. خب خیلی صحبت میشه، خیلی وقتها ما چیزهایی رو که میخونیم در کتاب مقدس، حتی سوالاتی که برای ما ممکنه به وجود بیاد گفته میشه که این مربوط به فرهنگ اون زمان هست، اون صحبتی رو که مسیح کرده مربوط به فرهنگ اون زمان هست، مربوط به الان نمیشه. شاید حتی مسئله حتی حجاب زنان در کتاب مقدس که پولس فرزند صحبتی رو که میکنه که خودش خیلی چالش برانگیزه، خیلی سوالات و صحبتها و تفسیرهایی رو به همراه داره و یا خیلی موضوعات دیگه. و من اتفاقا داشتم به این موضوع، به این آیه اشاره کنیم در اول قرنتیان 8:13 از که پولس میگه از این رو اگر خوراک سبب لغزش برادرم میشود تا ابد گوشت نخواهم خورد تا باعث لغزش او نشود. خب این بحث ها زیاد هست، اما در جای دیگه ما میبینیم که یک سری فرهنگ ها یا خورده فرهنگ های شاید ما داریم یا از مذاهب گذشتمون همچنان با خودمون به همراه داریم که واقعا شاید هم درست نباشن، ولی همچنان به این فرهنگ چسبیدیم و با این که ایمان آوردیم، ایماندار شدیم، تولد تازه داریم، ولی باز هم این فرهنگ رو با خودمون آوردیم. و بعضی وقتا من فکر میکنم این خودش باعث یه سری مرز، یک سری محدودیت ها و یا سدی میشه در رابطه حتی با ایمانمون. من فکر کردم که این مقدمه رو داشته باشیم و من دست شما رو باز بذارم برای اینکه بخوایم راجع به این مسئله شاید یه مقدار متفاوت تر صحبت کنیم و نگاه کنیم. بله، واقعا این یک مسئله مهمی هست. درسته که تمامی آنچه که ما در کتاب مقدس میبینیم، چه در عهد جدید چه در عهد عتیق، اینها همه در بطن فرهنگ و جوامع انسانی دارن صورت میگیرند. بنابراین هستش که بدون درک فرهنگ، واقعا درک آنچه که گفته میشه سخت خواهد بود. ولی کتاب مقدس فقط بیان حادثه ها نیست، وقایع نیست، بلکه در بیان این حادثه ها در واقع کتاب مقدس یک سری مطالبی رو مطرح میکنه که اونهاست که دوچار اشکال میکنه. من فکر میکنم برای اینکه ما موضوع رو بفهمیم لازم هستش که مفاهیممون رو الان تعریفش کنیم. چرا دارم میگم مفاهیممون رو الان تعریفش کنیم؟ برای اینکه اگر مفاهیم درست فهمیده نشه، متاسفانه بر اساس فهم غلط از مفاهیم ما یه سری برداشتا برای خودمون به وجود خواهیم آورد و اون برداشتا در ما یک سری رفتارها و کردارها رو به وجود خواهد آورد. ما داریم صحبت میکنیم
مسیح حساس به فرهنگ، مسیحیت حساس به فرهنگ. خب ما باید بیان ببینیم که وقتی که صحبت داریم میکنیم از فرهنگ، منظور ما از فرهنگ واقعا چی هستش. خب در 50 سال گذشته مخصوصا اتفاقا در ساحه مسیحیت هم گفتمان ها و صحبت ها و بحث های زیادی در رابطه با فرهنگ صورت گرفته، برای اینکه همین مطلب فقط برای جامعه ایرانی ما نیست، بلکه برای جامعه اروپایی و غربی هم این مسئله مطرحه، برای جوامع خاورمیانه هم این مسئله مطرحه. و این مسئله فرهنگ چنان الان بست پیدا کرده که در هر ساحه از صحنه اجتماعی ما میبینیم که یه فرهنگ خاص خودش رو به وجود آورده. ما صحبت از الان فرهنگ کار میکنیم، صحبت از فرهنگ خانواده، حتی بعضی مواقع مردم در صحبت‌های روزمره شون میگن آقا تو فرهنگ رانندگی نداری، یعنی حتی رانندگی هم برای خودش فرهنگ خودش رو به وجود آورده. فرهنگ یک مفهوم خیلی گسترده است که در واقع ارزش‌های اجتماعی رو در خودش داره، هنجارهای موجود در جامعه بشری رو در خودش داره. وقتی که صحبت از هنجار میکنم ممکن لغت قلمبه سلمبه باشه، یعنی رفتارهای قابل قبول یک جامعه رو در خودش داره و در عین حال شامل دانش میشه، اعتقادات میشه، هنر میشه، قوانین میشه، آداب و رسوم میشه، حتی قابلیت ها و عادات افراد رو هم در بر میگیره. فرهنگ یه مجموعه خیلی پیچیده ایه که شامل همه اون چیزهایی هستش که یه فرد به عنوان عضوی از جامعهش اونو یاد میگیره. برای همینه چون جوامع با همدیگه متفاوتن، فرهنگ ها هم با همدیگه متفاوت میشن. پس وقتی که صحبت میکنیم مسیح حساس به فرهنگ، اولین چیزی که باید دقت کنیم بهش اینه که منظورمون کدوم فرهنگه. تازه فرهنگ همونطور که عرض کردم به وسیله آموزش هستش که از یه نسل به نسل دیگه منتقل میشه. در فرهنگ ما راهکارهایی رو داریم که جوامع اون رو به وجود آوردن که به این ترتیب هر گونه نیاز واقعی و غیر واقعی جامعه رو بخوان از اون طریق برطرف بکنن. فرهنگ یعنی باورها، فرهنگ یعنی اعتقادات، فرهنگ یعنی رسومها، آدابها و ارزشها. و زمانی که این فرهنگ شکل مادی به خودش میگیره اون موقع دیگه فرهنگ نیست، اون موقع ما بهش میگیم تمدن. در واقع این ارزش هایی که به چشم دیده نمیشن وقتی که به شکل مرئی در مقابل چشم ما توسط سمبول ها قرار میگیرن میشن تمدن. فرهنگ اجزاء مختلف داره، علم شاملشه، باورها شاملشه، اخلاقیات در واقع وقتی که صحبت از باور میکنیم منظورمون اون افکاریه که به زندگی انسان معنا میده، به زندگی انسان در واقع مفهوم میده، یک درک درست از هستی رو در ذهن انسان بهش شکل میده. و وقتی که صحبت از اخلاقه، باز اخلاقیات ممکنه که محدوده بسیار وسیع رو در بر بگیره، ولی بذارید خیلی چی میگن نت یه چیز راحت در راحت العمومی بهتون بگم. اخلاق یعنی موضع گیری هر کس در مقابل هر چیز، میتونه از غذا خوردن و قرمه سبزی و نمیدونم چی میگن راه رفتن و لباس پوشیدن باشه تا مسائل فلسفی و جهان‌بینی های مختلف. موضع گیری هر کس در مقابل هر چیز اخلاق اون شخص رو در جلوی چشم میذاره. در واقع اخلاقیات مکانیزم تشخیص خوب و بد در ما هست، مجموعه ارزش هایی که این ارزش ها ما رو قادر میکنه که اون چرا که خوبه از اونی که بده چکارش بکنیم، جداش بکنیم. و برای همین هم هستش که بخش عمده فرهنگ، تمدن نه، بخش عمده فرهنگ همون عقاید و اخلاقیات فرده و در محدوده وسیع در جامعه. حالا این عقاید
این ارزش‌ها که اخلاقیات رو داره به وجود میاره در انسان، وقتی که انسان بهش وفاداره، رفتارهای اجتماعی رو به وجود میاره و در این حال رفتارهای فردیشو. پس عقاید یا اخلاقیات هستش که رفتارهای انسان رو شکل بهش میده و اونها رو به وجود میاره. فرهنگ کلن اگر بخوام خلاصش بکنم، سه تا نظام داره. یکیش نظام شناخت‌ها و باورهاشه، تفکر، اندیشه، که همه اینها شامل تصورات و باورها و آموزه‌ها و شیوه‌های استدلالیشه در زمینه تفسیر جهان هستی و نگرشش به جهان هستی، چگونگی رابطه انسان با محیط خودش و هدفش از زندگی بشر. دومین نظامی که داره، باز عرض کردم، نظام ارزش‌ها و گرایش‌ها هستش، یعنی ارزش‌ها و اعتقادی که به اونها داره، وفاداری که به اون ارزش‌ها داره و سعی می‌کنه که در زندگیش اون ارزش‌ها حاکم باشن، که این ارزش‌ها میان مطلوب و نامطلوب مرز می‌کشه، خوب و بد مرز می‌کشه، پسند و ناپسند مرز می‌کشه، روا ناروا مرز می‌کشه و اون هم در قالب‌های اخلاقی و در قالب‌های حقوقی هم، فقط اخلاقی نه، یه سری قالب‌های حقوقی هم وجود داره. و سومیش هم بر اساس این نظام باور و این ارزش‌ها اون وقت نظام رفتارها و کردارهاشه که بر اساس اون دو مورد بالا این شخص شروع می‌کنه از خودش رفتار نشون دادن. بنابراین فرهنگ که داریم صحبت می‌کنیم مجموعه ارزش‌هایی است که ما اون مجموعه ارزش‌ها رو در سطح فردی و جمعی باور داریم و این باور باعث میشه که در ما رفتار به وجود بیاد. درسته. پس اگر ما بخوام اینطور نگاه کنیم، پس در این رفتارها و در این ارزش‌ها و در این فرهنگ میتونه در این رفتارها فرضاً همیشه میتونه همیشه درست نباشه، میتونه فرهنگ اشتباه هم در این میون باشه. ما میتونیم این بحث رو ادامه بدیم اگر اجازه بدید، بعد از یه تنفس کوتاه و در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. عزیزان با ما باشید. خوش آمده دوباره خدمت یکایک شما عزیزان. اگر تازه به جمع ما پیوستید، با برنامه علامت سال در خدمت شما هستیم و موضوع مسیحیت حساس به فرهنگ و مهمان عزیزمون کشیش دکتر فریدون مخوف عزیز و در ادامه بحث در خدمت شما عزیزان هستیم. برادر فریدون، قبل از تنفس صحبت کردیم که بله، فرهنگ های هم میتونه، فرهنگ نادرست هم پس میتونه در یک جامعه باشه. من داشتم صحبت هایی که شما میکردید و تعریفی رو که از فرهنگ میکردید، بارها شاید گفته شده که برفرض ممکن هست که در یک فرهنگ که از یک ملیت دیگه هست، یک سری مسائل انقدر جا افتاده و واقعا بدون اشکال و مشکل باشه که من مثلا برفرض منی که از زمینه فرهنگ ایرانی میام و از طرفی فرهنگ یک مذهب دیگه پشت زمینه فرهنگ ایرانی من هست، اینها با اینکه الان باز حالا ایماندار هستم ممکنه که یه مقدار سوء تفاهمات ایجاد کنه. البته من نمیگم که این درسته یا غلط،
ولی خب ما میدونیم که بر بعضی از فرهنگ ها یه سری رفتارها، یک سری پوشش ها شاید یه مقدار جا افتاده تر باشه، یعنی اصلا شاید باعث اصلا چیز مهمی نباشه که بخواد طرف بهش فکر بکنه، ولی ممکنه در فرهنگ من یه مقدار مشکل سازتر باشه. یا اینکه در کنارش ما میدونیم که حالا به عنوان یک مسیحی شاید خوردن الکل به هر حال توی کتاب نیومده، مشکلی ایجاد نمیکنه، اما شاید مثلا من به عنوان یک شخص ایماندار بهتر باشه یا گفته بشه که بهتره که در جلوی دوربین یا توی فرضاً حالا اینستاگرام، فیسبوک یا هر نوع سوشال میدیای دیگه مثلا الکل نگیرم دستم، مثلا عکس بگیرم بذارم، چون میتونه شاید باعث لغزش شخص دیگه ای باشه. من داشتم به این فکر میکردم که چطور میشه این فرهنگ ها رو از هم تمیز داد، این فرهنگ از کجا بفهمیم که کدومش درسته، کدومش غلطه، رو کدومش بیشتر کار بشه، کدومو بیایم حالا نمیدونم یه مقدار تمیزش کنیم، کدومو نگه داریم، کدومو دور بندازیم، چطور میشه اینو تشخیص داد؟ خب من در صحبتم در بخش اولش اشاره کردم به این که ارزش ها، ما فرهنگ غلط نداریم، ما ارزش های غلط در بطن فرهنگ داریم. یعنی اینکه یک مجموعه ارزش ها که بر اساس باورها شکل گرفته، چه فردی چه اجتماعی، در هر فرهنگی وجود داره. درست. سوال اصلی اینه چه کسی به من و شما این اجازه رو داده یا این صلاحیت رو داده که انگوش بذاریم به ارزش هایی که در فرهنگ های مختلف هست که نتیجه سالیان سال زندگی مشترک این جوامع هست و بگیم این ارزش غلطه. پس می‌بینید که کار سخت شد، مخصوصا در دنیای فعلی ما. چرا در دنیای فعلی ما سخت شد؟ برای اینکه دنیای فعلی ما چون روی حقیقت مطلق استوار نیست، یعنی نسبی گراست، جامعه گراست، بر این اساس چیزی که برای شما میتونه حقیقت باشه برای یه فرد دیگه میتونه حقیقت نباشه، و این حقیقتی که صحبت داره کرده میشه این حقیقت هستش که شروع میکنه باورهای فردی و اجتماعی روش چیکار کردن، قرار گرفتن. و اگر این حقایق از انسان به انسان فرق بکنه، اخلاقیات از انسان به انسان فرق خواهد کرد. و ما در دنیای غرب الان برای اینکه این مثلا فرق بین انسان‌ها کشمکش به وجود نیاره پلیس داریم، دائم تلاش میکنیم خودمون رو سانسور کنیم که politically correct باشیم، یعنی حرفی نزنیم که با ارزشی که یک نفر دیگه بهش معتقده که از نظر من ارزش به حساب نمیاد، با اون ارزش توهین شده باشه. مشکل اینجاست. برای همینم هستش که برمیگردم به موضوع مسیح حساس به فرهنگ. در بطن ما جامعه‌ای داریم زندگی میکنیم که حقیقت دائم در حال تغییره، اخلاقیات روی چیزهایی بناست که دائم در حال تغییره، و در واقع حقیقت خصوصی شده. در یک چنین موقعیتی لازم هستش که ما بیاییم مسیح رو تعریف کنیم که مسیح کی هست، چون بدون شناخت مسیح ما نمیتونیم واقعا به درستی حساس بودن رو و میزان حساس بودن رو مشخص بکنیم. همونطور که خدمتتون گفتم، چه کسی به ما اجازه داده که بگیم چه ارزشی در چه فرهنگی غلطه؟ اینجا اگر داشته باشید ببینید، مسیح شخصیت اصلی عهد جدیده که در عهد جدید میبینیم که مصلوب میشه، میمیره، از مردگان زنده میشه. مسیح کسیه که مسیحیت او رو به عنوان مرجع اقتدار خودش پذیرفته، و وقتی که من میگم من مسیحی هستم و به این ایمانم وفادارم و به نهضتی که مسیح شروع کرد
و از کلیسا میخواد که ادامه بده بهش وفادار هستم، من مسیحی رو در دو مسیر حرکتی قرار میده، از جهان حاضر به خدا و از خدا به جهان حاضر که این فرهنگا توش قرار دارند. ولی صحبت به اینجا تمام نمیشه. در عهد جدید مسیح خودش رو با خدا یکی میکنه، میگه هر کس منو دید پدر رو دیده، انجیل یوحنا 14:9. مدعی هستش که راه خودشه، مدعی هستش که حقیقت خودشه، نمیگه حقیقت کجاست، میگه حقیقت من هستم، راه من هستم، مدعی هستش که حیات خودشه، مدعی هستش که کسی که به انسانها حیات میده خودشه، مدعی هستش که آفریننده این کائنات خودشه. و وقتی که خودش رو حقیقت مطرح میکنه سالی جان، خودش رو حقیقت مطلق مطرح میکنه. فرق حقیقت مطلق با حقیقت نسبی در این هستش که حقیقت مطلق برای همه زمانها، در همه دورانها، در تمامی جوانه، در جوامع، در تمامی فرهنگهایی که وجود داره، این حقیقت به عنوان حقیقت مصداق داره. حالا وقتی که مسیح داره خودش رو به این شکل مطرح میکنه، در واقع به من، به شما، به جامعه ترک، به جامعه کرد، به جامعه لور، چقدر از برنامه داریم که من همه این جوامع رو دونه دونه چیز بکنم، برنامه دقیقه بیشتر نداریم بعد بابا، به همه جوامع داره اینجوری میگه، میگه برای اخلاقیات انسانی مرجع اقتدار من هستم. در واقع مسیح داره اینو میگه، مهم نیست چه ارزش هایی رو بهش وابسته هستی، مهم نیست چه چیزهایی رو درست و دستی چسبیدی، مهم نیستش که از زمانهای گذشته نیاکان تو چه دستاوردهایی به عنوان ارزش ها برای تو به میراث گذاشتند. این من هستم، مسیح میگه، این من هستم که تعریف میکنم چه چیزی خوبه و چه چیزی بده، چه چیزی رو باید هنجار تلقی کنی و چه چیزی رو باید ناهنجار تلقی کنی. وقتی که مسیح داره اینو میگه، در واقع مسیح آب سردی رو میریزه به همه فرهنگ ها و همه اون جوامعی که روی حقیقت به اصطلاح مثل من افتادن در گوشه نشینی یا عزلت نشینی و به اصطلاح خصوصی گرایی، و سیلی محکم به همهشون میزنه. اون وقت وقتی که مسیح اینو میگه، من مسیحی در مقابل سه انتخاب قرار میگیرم. یک، یا مسیحی دارم که با فرهنگ دنیا در ستیزه. در این نگرش من، در این انتخاب من، مسیح بر علیه فرهنگ قرار داره. مسیح میگه میدون چیه؟ فرهنگاتون رو بذارید دور، ارزشاتون رو بندازید دور، آنچه که من دارم مطرح میکنم ارزشه، اونها رو بگیرید. خب در یک چنین وضعیتی بین کلیسا و بین دنیا مرز مشخصی وجود داره و حضور کلیسا، حضور فرد مسیحی دائم دنیا رو مورد قضاوت قرار میده و دنیا از این خوشش نمیاد. برای همین هم دنیا تلاش میکنه که مسیحیت رو در یک گوشه قرار بده و مسیحیت رو دست و بالش رو ببنده و مطرح بکنه به عنوان نه حقیقت مطلق، بلکه میتونه حقیقت نسبی باشه. این انتخاب اول من ایماندار. انتخاب دوم من ایماندار این خواهد بود که آقا بیام مطرح بکنم که میدونید چیه؟ فرهنگ هست، مسیح هم هست، و من بیام تلاش کنم که یه جوری با این مسیحی که داره خودش رو حقیقت مطلق معرفی میکنه و این فرهنگی که داره روی حقایق نسبی استواره، من بین اینها یک سازش، یک توافق به وجود بیارم. معمولا تو این نگرش آنچه که من ایماندار از دست میدم، آن مسیح راستینی هستش که وجود داره. یعنی یک مسیح ساختگی برای خودم به وجود میارم که الان بسیاری از مسیحیان که به عنوان لیبرال ها معروف هستند این رو باور دارن.
ما اتفاقا الان یک نهضتی است در 20 سال گذشته به وجود اومد، بهش میگن اینسایدر موومنت. اینا در جوامع اسلامی اتفاقا خیلی جالبه که میدیدن که آقا کارشون همش به سنگ میخوره، برای اینکه نمیتونستن به شکل درست مسیح رو مطرح بکنن و کسی هم به پیامشون یعنی مسلمانی مسیحی نمیشد و اینا اومدن انداختن چیز رو، بهانه رو یا تقصیر رو کردن اینکه آقا در پیام مسیحی ما یه چیزی هستش که سنگ لغزشه، به مسلمان ها بر میخوره. و گفتن اون چیه؟ گفتن اون پسر خدا بودن عیسی مسیحه. پس ما بیاییم پسر خدا رو حتی از کتاب مقدس در بیاریم و مطرح کردن که آقا پسر خدا در میان یهودی های قرن اول به عنوان مسیح موعود درک میشد، که کاملا غلطه. اصلا این حرف کمپلت چرت هستش. و به این ترتیب هر جا که مسیح پسر خدا مطرح میشه، اومدن و نوشتن مسیح موعود. چرا؟ برای اینکه مسیح موعود از یعنی شروع داره، انتها داره، برای اینکه یه آفیسه. مسیح موعود زمانی مطرح میشه که انسان گناه میکنه و نقشه نجات خدا شروع میشه. و به این ترتیب فکر کردن که اگر این سنگ لغزش رو بردارن، مردم چی میگن؟ مسیحی میشن. ولی مردم مسیحی نمیشن. یه فرد مسلمان وقتی که با یک چنین مسیحی روبروه، میگه آقا این که همون مسیحیه که ما خودمون تو قرآن هم داریم، پس شما چرا نمیاید مسلمان بشی؟ چرا ما مسیحی بشیم؟ درست. این هم اون چی؟ یا رفتارهای اجتماعی ما، یعنی از مسیح رو برداشتیم، تعالیم اخلاقی رو ور میداریم، قرارش میدیم تا اونجایی که بتونیم، اونم انتخابی. این انتخاب دومه. انتخاب سوم اینه که مسیر رو فراتر از فرهنگا قرار بدیم، که باید هم اینطور باشه، برای اینکه اگر مسیح حقیقت مطلقه، ارزش هایی که داره مطرح میکنه فراتر از انسان هستش، یعنی فرا باشنده از آن چیزی هستش که انسان داره، و انسان میتونه برای اینکه ببینه ارزش هاش درسته یا غلط، به اون ارزش اصلی نگاه کنه و خودش رو با اون مطابقت بده، که این انتخاب در پهنه تاریخ کلیسا انتخاب کلیسا بوده. در یک چنین چیزی فرد مسیحی مجبور نیست بین فرهنگ و مسیح یکی رو انتخاب کنه، بلکه همیشه نگاه میکنه فرهنگ خودش رو، ارزش‌هایی که داره در فرهنگ خودش، اون رو برمی‌داره با ارزش‌هایی که مسیح داره مطرح میکنه، میاد باهاش مقایسه میکنه و آنچه رو که درسته نگر میداره، آنچه رو که غلطه میریزه دور. و این اون چیزیه که فرد مسیحی لازم بکنه. و در طول تاریخ کلیسا ما دائم میبینیم که افراد بسیاری، افراد واقعا برجسته مثل آگوستین، مثل جان کالوین، همه این رو در تاریخ کلیسا منادیش بودند و شروع میکنن صحبت کردن. بنابراین وقتی که ما داریم مطرح میکنیم مسیحیت یا مسیح حساس به فرهنگ، منظورمون چی هستش؟ اگر مسیح خودش در بطن فرهنگ زندگی نکرده بود، میتونستیم یک جوری تعالیم اخلاقی رو ورداریم و بگیم آقا نگاه کنید، هر کسی اون تعالیم اخلاقی که در جامعه خودش با فرهنگ خودش سازگاره، اونا رو بگیره باش زندگی کنه. ولی بدبختی اینجاست یا خوشبختی اینجاست که مسیح در بطن جامعه خودش زندگی کرد. و وقتی که به زندگی او در اناجیل داریم نگاه میکنیم، دائم میبینیم که مسیح بر علیه تمامی اون ارزش‌های چخانی که مردم دو دستی بهش چسبیدن، دائم بر علیه اونا ایستاده و دائم داره ارزش‌های غلط اونها رو از سر نو تعریف میکنه. نه فقط اون، حتی برداشت‌ها و باورهای مذهبی اونها رو از عهد عتیق ور میداره، اونها رو از سر نو تعریف میکنه. شنیده اید که به اولین گفته شد نمیدونم زنا نکن، ولی من به شما میگویم اگر هر کس نظر شهوت انگیز به زنی بندازه، در دل به او گناه کرده است. شنیده اید که گفته شد خیانت نکن، ولی من به شما میگویم که اگر نسبت به برادرت در دلت خشمگین باشی و او رو احمق تا خطاب کنی، او رو کشتی. پس میبینید که مسیح حتی میاد
باورهای مذهبی رو از سر نو تعریف میکنه. ما در کتاب مقدس دائم با در اناجیل دائم در زندگی عیسی با تنش روبرو هستیم، دائم اطرافیان دورش هستن، دائم میخوان چی میگن یک جوری او رو بگیرن از سراشون بردارن. در انجیل یوحنا فصل 5 اتفاقا اونجا مسیح صحبت میکنه چون میخواستن بکشنش، برمیگرده میگه برای چه چیزی میخواید منو بکشید؟ به خاطر کارهای خوبی که کردم؟ میگه نه، به خاطر کارهای خوبت نه، کارهای خوبت عالی، معرکه است، بکن معجزه بکن محال کنیم. ولی علت اینکه میخوایم تو رو سنگسار کنیم برای اینه که در حالی که انسان هستی خودت رو با خدا برابر میکنی. یهودیان اون موقع در مقابل تعالیم عیسی و آنچه که عیسی داشت از خودش مطرح میکرد کاملا متوجه بودن که مسیح داره چیکار میکنه و خودش رو کی مطرح میکنه. بنابراین آنچه که من در قالب‌های فرهنگی رفتار خواهم کرد بر اساس ارزش‌هایی است که در زندگی خود خواهم داشت. مهم نیست قالبی که به خودم گرفتم چی. بسیاری از افراد خودشون رو سالی جان مسیحی میدونند، ولی متاسفانه مسیحیت خطرناکی الان در میان ایرانی‌ها به وجود اومده که حالا که فرصت به وجود اومد و دهنمو باز کردید بذارید بهتون بگم، بعدن خود نخواستید سانسور بکنید. یک مسیحیتی به وجود اومده که مسیحیت اشهدیه، یعنی اینکه طرف میاد، اون قدیما وقتی که یکی میخواست به دین اسلام مشرف بشه میومد سه تا اشهد میخوند، اشهد ان لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ام ولی الله، و میشد مسلمون. الان مسیحیت اشهدی مطرح شده، آقا با من تکرار کن، و طرف تکرار میکنه یک سری چیزایی که شاید هم خودش متوجه نیست و ما فکر میکنه که مسیحی شد. یکی از معضل‌هایی که الان ما در مسیحیت ایرانی داریم اینه، و ما الان به این نتیجه رسیدیم که آقا ما در این که مردم رو مسیحی کنیم خیلی اوستا هستیم، ولی در این که بخوایم اونها رو شاگرد بکنیم بسیار بسیار ضعیف است. ما عقب دادیم. برای همین هم هستش که امسال ما هدفمون بر این هستش که واقعا به دنبال مسیحی نباشیم، به دنبال شاگرد سازی باشیم، افراد مرید باشن برای مسیح، افراد از زندگی مسیح نمونه بردارن، از ارزشایی که مسیح در زندگی داره مطرح میکنه اونها رو نمونه بردارن و باش زندگی کنن. نه اینکه یک مسیحیت ذهنی در ذهنشون به وجود بیارن و یک سری ارزش‌های چاخان به مسیح نسبت بدن و کماکان در همون درون، یعنی در باطن همون که هستن هستن، صرفا یک کت چی میگن مسیحیت بتنگ. بله خیلی ممنون، مرسی برادر فریدون. میدونم بحث خیلی مفصل داغه و واقعا وقت برنامه محدود متاسفانه، اما میخوام دوستان عزیز رو تشویق کنم اگر در رابطه با مخصوصا صحبت‌هایی که شد و شما هم نظری دارید یا اینکه سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما بعد از تنفسی کوتاه برمیگردیم عزیزان با سوالات شما، با ما باشید. بله دوستان عزیز، نیم ساعت اول برنامه، البته بیشتر از نیم ساعت شد، به اتمام رسید، اما صحبت بسیار داغ و مهمی بود که برادر فریدون عزیز در رابطه با فرهنگ و مسیحیت حساس به فرهنگ صحبت کردن. و میخوام فقط تکمیل کنم صحبت‌های برادر فریدون، یعنی در واقع تایید کنم که راحت نیست واقعا بر طبق ارزش‌های مسیح جلو رفتن و بر طبق فرهنگ و ارزش‌های مسیح ایستادگی کردن، ولی باید همونطور که گفته شد اگر من
در واقع نام مسیح و مسیحیت رو با خودم هم میکنم یک تفاوتی باشه. مطمئنا دنیا بر ضد من برخواهد خواست و خیلی مشکلات و چالش ها بر سر راه من قرار خواهد گرفت، اما باید ایستاد و شوخی هم نداره و مسئله اینکه کی خوشش بیاد کی بدش بیاد هم نیست. برادر فیدون، خب برادر فیدون عزیز، بریم سراغ صحبت ها و سوالات عزیزان. داوود نجات ثابت عزیز ضمن عرض سلام گفتن که کلام خدا در اول قرنتیان باب 9 آیه 20 و 21 یهود را چون یهود گشتم تا یهود را سود برم و اهل شریعت را مثل اهل شریعت تا اهل شریعت را سود برم و بی شریعتان را چون بی شریعتان شدم، هرچند نزد خدا بی شریعت نیستم بلکه شریعت مسیح در من است تا بی شریعتان را سود برم. این آیات به ما نشان میده که پولس رسول در امر خدمت به خدا به فرهنگ‌های اقوام مختلف احترام می‌گذاشت، ولی مسلماً نه آن فرهنگ‌ها و آدابی که ریشه گناه و بت‌پرستی داشت. حال سوال من از برادر فیدون گرامی این هست که بعضی از فرهنگ‌ها و آداب اقوام مختلف ریشه مذهبی غیر کتاب مقدسی داره، مثل مراسم چهارشنبه سوری که از روی آتش می‌پرن و با آتش گفتگو میکنن و میگن زردی من به تو، سرخی تو به من، و یا سفره هفت سین که هر کدام از سینها مفهوم دینی و مذهبی در زرتوش داره. مثلا سیر نماد اهورامزداست یا سبزه نماد فرشته اردیبهشت نماد آبهای پاک هست. آیا جایز هست که یک ایماندار به مسیح از نمادهای استفاده کنه که ریشه در بت پرستی داره، با توجه به این که در مزامیر که آمده تمامی خدایان امتهای دیگر بت هایند؟ من فکر میکنم که دوست عزیزم جناب داوود جواب سوالشو میدونه، با شناختی که ازشون دارم، و این سوال رو داره میکنه یا من اذیت کنه یا اینکه دیگر مؤمنین این سوال رو دارن یا افراد که بهش جواب داده شه، ولی جواب میدم. بله، اون آیاتی که شما در رابطه با پولس خوندید، بله پولس اهمیت میداد. چرا اهمیت میداد؟ برای اینکه نمیخواستش که اون فرهنگ ها از همون ابتدا در مقابل پیام انجیل چیکار بکنه، دیوار مقاوم بکشه بیرون. بنابراین پولس میرفت اونجا و در واقع همون کاری رو میکرد که نمک و نور میکنه. مسیح چی گفت؟ گفت شما نمک هستید، توی تاخچه به درد نمیخورید، باید قاطی بشید. و پولس چقدر قشنگ داره مطرح میکنه که چطور در قاطی شدن نمکین خودش رو، نمک بودن خودش رو حفظ میکنه. میگه درسته با بیشریعتان بیشریعت شدن، ولی شریعت مسیح رو چی دارم و بر اساس اون شریعت مسیح میرم جلو. پس میبینیم که احترام و محبت آن چیزی هستش که باعث میشه که مردم در قبال ما جبهه نگیرن. ولی اگر ما بخوایم احترام و محبت رو کنار بذاریم و دائم با محکوم کردن ارزش‌ها بریم جلو، بیان که ارزش درست رو به اونها معرفی کنیم، این یعنی محکوم کردن. مردم دو دستی به یک سری ارزش ها چسبیدن و اونها رو ول نخواهند کرد تا زمانی که با یک ارزش بالاتر روبرو بشن. اون موقع با طیب خاطر اونو میذارن کنار، این یکی رو چیکار میکنن؟ میچسبن. احترام به فرهنگ ها و ارزش های مردم به این معنی نیستش که ما اونها رو تایید میکنیم، به این معنیه که ما به اون شخصی که اونها باور داره اون شخص رو احترام میذاریم، اون شخص رو به عنوان فردی میبینیم که مسیح جان خودش رو در راه او فدا کرده و مسئولیت رو به گردن ما سپرده که بریم و او رو از ظلمت به نور منتقلش کنیم. و در این راستا هستش که ما با ارزش‌های درست میریم جلو. ارزش‌های درست رو مطرح می‌کنیم چی هست و اجازه میدیم افراد بین ارزش‌هایی که وجود داره و ارزش‌های درستی که مطرح هستش خودشون انتخاب بکنند. این اتفاقاً اون هنره
بشارت هستش که باید در نظر داشته باشیم. ما خیلی از مواقع از بشارت به عنوان فشارت استفاده میکنیم و مردم خوششون نمیاد. ما میخوایم جای مردم تصمیم بگیریم. نه، ما جای مردم نمیخوایم تصمیم بگیریم. عطر آن است که خود بگوید، نه اینکه عطار بگوید. ما ارزش ها رو مطرح میکنیم، بعد ارزش ها رو به شکل عملی در زندگی خودمون در مقابل دید طرف قرار میدیم، نتیجه اون رو هم که چجور زندگی برای ما به وجود میاد در مقابلش قرار میدیم، اون موقع فرد حق انتخاب داره و این حق انتخاب رو خدا از هیچ کس نگرفته، ما هم نمیتونیم بگیریم. بنابراین باید اجازه بدیم که افراد با ارزش‌های درست روبرو بشن، خودشون انتخاب خواهند کرد که ارزش‌های درست رو وردارن یا ور ندارن. مسئله اصلی اینه. مشکل هفت‌سین نیست، مشکل اینه که آیا ما آن نمادهایی که در هفت‌سین هست بهتر از اون رو برای ملتمون داریم؟ مسئله اینه. و اگر داریم، آیا تئوری داریم یا عملی داریم؟ آیا میتونیم اون رو در مقابل چشش به شکل مشهود از زندگی خودمون نشون بدیم، یا اینکه فقط میخوایم شعار بدیم؟ شعار دادن راحته و باور کنید که مسیحیتی که بهتون گفتم مسیحیت اشهدی مسیحیت شعاریه، یعنی اینکه تولد تازه درش وجود نداره. ما چطور میتونیم از انسان‌ها انتظار داشته باشیم که زندگی خودشون رو که روی ارزش‌های قدیمی و کهن بناست این زندگیشون رو به هم بریزند اگر در تولدی تازه نباشند؟ دقیقا همون حرفی که نیقودیموس از دهن مسیح شنید و برگشت عکس‌العمل نشون داد. یعنی تو میگی که من پیرمرد برم تو شکم مادرم از سرنو متولد بشم، در حالی که مسیح این رو نمیگفت. مسیح از آن تولدی صحبت میکرد که خدا در شخص به وجود میاره و اون باعث میشه که همه چیز نو بشه. این حرف همون پولس رو که میگه که برای هر کس همه چیز شدم به یاد بیارید. و حال ای برادران من، لحاظها ای برادران من، بنابراین ای برادران من که خواهران رو هم شامل میشه، از شما به رحمتهای خدا استدعا دارم که بدنهای خود را قربانی زنده و پسند و نیکو خدا بگذرانید که عبادت معقولتونه. هم شکل این جهان مشوید. منظورش چی این جهان؟ ارزش ها. بلکه چیکار کنیم؟ بلکه ذهنای خود رو تازه کنیم. انسان چطور میتونه این کارو بکنه؟ پولس اینو در فصل 12 میگه. اینکه چطور میتونه این کارو بکنه از فصل 1 تا فصل 8 مطرح میکنه که چطور انسان توسط کاری که مسیح کرده از طریق روح خدا تولد تازه پیدا میکنه. اینه که ما وقتی که با این ارزش ها، عزیزان من، که کلام پرقدرت خداست و درش اقتدار داره، درش حیات وجود داره، وقتی که میریم به جانب انسان ها، پیامی برای گفتن داریم و زندگی داریم که میتونه این پیام رو در مقابل اونها به شکل مجسم قرار بده. وقتی که فرد میبینه که کلام خدا در من فریدون چه کرده، او هم خواهد خواست که این کارو بکنه. وگرنه ما بریم همش حکم صادر کنیم که این ارزشت غلطه، اون فلان غلطه، این بهمان غلطه، اون، مردم از ما فرار میکنن میرن. مگر اینکه ارزش‌های بالاتر و والاتر بهشون عرضه کنیم. بله، خیلی ممنون، مرسی بعد فریدون عزیز از توضیحاتتون. سوال دیگه‌ای که مطرح شده، علی عزیز از طریق یوتیوب سوالشون رو فرستادن ضمن عرض سلام، گفتن من برای تعمید به ارومیه رفتم، متاسفانه که چیش کلیسا ترسید و منو تعمید نداد و گفت حکومت اجازه نمیده. من شب رویا دیدم که ساموئیل نبی و پتروس هر دو منو تعمید دادن. الان تعمید من پذیرفته شده هست یا نه؟ عیسی مسیح خداوند هست، من اون رو در آسمان ها توسط روح القدس خدا در تخت پادشاهی سفید و مرمری شکل با چشم روح القدس خدا دیدم و بهش ایمان آوردم. چقدر عالی، خدا رو شکر برای ایمان شما علی عزیز. ولی صحبت من علی اینه، چرا اینقدر گیر دادید به تعمید؟ برای اینکه در نجات شما تعمید نقشی نداره.
شما از همون طریق ایمانی که به مسیح آوردید نجات پیدا کردید. شما از طریق همون ایمان الان مسیحی هستید. تعمید در واقع اعلان آشکار آن چیزی است که مسیح در شما انجام داده. یعنی شما وامیستید در تعمید، میگید آی مردم بدانید و آگاه باشید که آنچه که کلام خدا در مورد من گفت حقیقت داشت و من ایمان آوردم به نجات دهنده و این تغییرات تولد تازه در زندگی من صورت گرفته. حالا در اطاعت از فرمان عیسی من به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید میگیرم که معنیش اینه وقتی رفتم زیر آب با مسیح دفن شدم و وقتی که از زیر آب میام بیرون در قوت قیامت تازه که الان دارم میخوام اون رو به شکل سمبولیک به شما نشون بدم. بنابراین شما تعمید بله باید بگیرید، ولی زمانی که امکانش وجود نداره تعمید در نجات شما نقشی رو نداره. بنابراین منتظر باشید، وقتی که فرصتی پیش اومد شما تعمید خواهید گرفت. در واقع این یه مسئله هستش که برای بسیاری از افرادی که ایماندار هستن در ایران به وجود اومده و من دارم روش خیلی جدی فکر میکنم که چطور اینها رو ما تعمید بدیم. در واقع تیم ما بسیاری از افراد رو در ایران آماده تعمید داره، ولی خب کسی رو در داخل ایران اگر هم داشته باشیم اجازه نمیدیم تعمید بده که دولت بهش گیر بده، ولی یه طریقی رو پیدا خواهم کرد که چی میگن ما تعمید رو به شکل درستش اونطور کلام خدا میگه بدون اینکه کسی رو به خطر بندازیم در داخل ایران انجام بدیم و این کار رو خواهیم کرد. علی جان با خود من در تماس باشید. خیلی ممنون، مرسی بعد فریدون عزیز از توضیحاتتون. مرسی. بریم یک استراحت داشته باشیم، موزیک ویدیو ببینیم بشنویم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود. تخت پادشاه هم عاشقانه شبم نزدیک و او را من ستایم، پرستش را نباشد انتهایی، وجودم غرق در مته خدایم. نه امروز و نه فردا ترس من نیست، زمانها را از آن او بدانم، نباشد دشمنی در پیش رویم که با عیسی بر او چیره نباشد. تو را در دل درون فکر به آوازی ستایم، من سرود خانان لبانم زک به سوی تو شتابم، من تو را در دل درون فکر به آوازی ستایم، من سرود خانان لبانم زد به سوی تو شتابم، من شبم نزدیک و را من ستایم، پرستش را نباشد انتهایی، وجودم غرق در مته خدایم. نه امروز و نه فردا ترس من نیست، زمانها را از آن او بدانم، نباشد دشمنی در پیش رویم که با عیسی بر او چیره نباشم. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من. خدای من پناه
تو بخشیدی گناه ما. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من. خدای من پناه من، تو همراهی به راه من، مرا داری در آغوشت، تو بخشیدی گناه من. عزیزان هستیم در خدمتتون در ادامه برنامه علامت سوال و سوالات شما دوستان خوب که دارید برای ما میفرستید. خیلی ممنون و فراموش نکنید درخواست‌های دعاتون رو بفرستید در آخر برنامه برای یکایک عزیزانی که درخواست‌های دعاشون رو فرستادن، حتما در دعا خواهیم بود. همچنان با برادر فریدون عزیز هستیم و سوالات شما. برادر فریدون از دل عزیز با نام کاربری از دل گفتن درود فراوان به کشیش گرانقدر دکتر مخوف عزیز که ایمان و فروتنی ایشون واقعا برای من بهترین موعظه هست. خیلی ممنون از دل جان و تک تک شما عزیزان که با ما در تماس هستید. بعد فریدون فرزاد عزیز سوالی پرسیدن، اگرچه جزء سوالاتیه که خب بارها راجع بهش صحبت شده، اگه بتونید مختصر و مفید به فرزاد جان جواب بدید ممنون میشم. گفتن که تفاوت کلیسای ارتودکس با کلیسای کاتولیک چی هست و اینکه آیا ارتودکس بهتره یا کاتولیک و رهبر یا پاپ ارتودکس ها کی هست؟ بله، اینه که این سوال جالبی هستش. خب ما در قرن 11 هستش که میبینیم که ارتودکس ها از کاتولیکا جدا میشن. کاتولیک یعنی جهانی، ارتودکس یعنی راستین، و اینها کلیسای کاتولیک رو، کاتولیک رومی رو به اصطلاح ارتودکسی ها مطرح میکنن که از اون دین راست، از اون دین درست، از اون ایمان درست رفته بیرون، بنابراین خودشون رو جدا میکنن. در قرن 11 این قضیه اتفاق میفته. خب اون موقع ما دو تا قطب داشتیم، قطب رومو داشتیم و قطب کنستانتینوپول یا قسطنطنیا، استانبول فعلی، که استانبول فعلی در واقع مرکز مسیحیت مخصوصا خیلی اهمیت پیدا کرد زمانی که امپراتور روم پایتخت رو منتقل کرد به استانبول، و در نتیجه مسیحیتی که در بخش شرقی امپراتوری روم قرار داشت همه به استانبول نگاه میکردن و بخش اروپایی همه به روم نگاه میکردن. وقتی که قصده به اصطلاح استانبول یا به اصطلاح مرکز مسیحیت استانبول که بهش میگفتن بیزانس شرقی مطرح کرد که اون یکی ها از راستینی بیرون رفتن، خودشون رو ارتودکس نامیدن و گفتن که ما در واقع نگهدارنده آن دین پاک و راست هستیم، شما بیرون رفتون. هم داد و هوا را مینداختن که نه آقا، ما به اصطلاح چیزمون جهانی هست، همه باید به ما باشن، و به این ترتیب بود که ارتودکس و پروتستان به وجود اومد. پروتستان ها از همون شیوه قرن اول ادامه دادن به اینکه به اصطلاح سیستم پاپی رو ببرن، یعنی از قرنی که به اصطلاح مسیحیت بعد از کنستانتین، یعنی وقتی که جفا در سال 312 به انتها رسید و از اون موقع به بعد میبینیم که مسیحیت شروع میکنه خودشو سازماندهی کردن و بعد سیستم پاپ ها به وجود میاد، دیگه اون رو چیکار کردن؟ اون رو ادامه دادن. ولی ارتودکس ها از 11 به بعد اینها دیگه شروع کردن به اصطلاح رهبرانی داشتن که در چی میگن سطح پاپ خودشو مطرح میکرد، ولی دیگه سیستم به اصطلاح اداریشون با اون سیستم اداری که در جامعه کاتولیک وجود داشت که به اون شکل وجود نداره. الان در هر منطقه ای یک نفر رهبر براشون وجود داره، مثلا رهبرای
مناطق منطقه ارتودکس مال کلیسای ایران در ترکیه هستش، آدرسش رو بهتون نمیگم به خاطر مسائل امنیتی، و اینها در واقع اون رهبران بزرگشون هستن که در حد اگر بخوام بگم مثل اسقف‌های سیستم رومی هستم و مسلم که در سطح اونها یک نفر هم به عنوان سر اسقف گرداننده این قضیه هستش. من شخصا نمیشناسمشون و پاپ رو هم شخصا نمیشناسمشون، صرفا اون نظام اداریشون به این شکله. سیستم باوری چه کاتولیکا، چه ارتودکسا، چه پروتستان ها، سیستم باوری همهشون یکیه، برای اینکه همه اینها روی کتاب مقدس استواره. ولی در ارتودکس و در کاتولیک اینها به سنت هم در واقع اهمیت میدن و سنت هم تعیین کننده ارزش ها و در واقع رفتارهای فردی و عبادی هست در هر دو تای اونها. منتها در پروتستان ها یک مقدار نقش سنت و سنت کلیسایی کمتر شده، که من به شخصه فکر می کنم که این یکی از نقاط ضعف پروتستان ها هستش، برای اینکه واقعا ارزش داره که در تاریخ کلیسا آنچه که از پدران و آنچه که از بسیار هریتیج یا میراث بسیار عبادی و باوری ما باقی مونده، اونها به مراتب مهم هستن و باید به اونها توجه خاصی انجام داده بشه. ولی باور همه اینها روی کتاب مقدس است و کتاب مقدس رو به عنوان بالاترین مرجع مکاشفه الهی پذیرفتن. بله بسیار عالی، ممنون. بعد از فدون عزیز تلفن داریم، آقای علی از ایران بر روی خط هستن. سلام بر شما علی جان. سلام خواهر گلم. سلام. خوب هستی؟ برادر گلم موقف عزیزم، در خدمتون هستیم. زنده باشیم. بله بله، در دعا باشیم که واقعا روزهای سختیه در کل جهان، همون درد زایمان، همچون درد زایمان شروع شده است. هر دفعه تو برنامه می آمدم سالهای گذشته اعلام می کردم شروع شده است. برای شما برکت می طلبم از آسمان به نام عیسی مسیح خداوندم که آن کاری که شروع کردید ادامه بدین. همه فرزندان خدای متعال، خادمین خداوند متعال، الان روزهایی است که دل خدا خوشنود میشه از این که ادامه بدیم، چون ادامه دادن فرمان خداوند در آنچه که از آن دل خداست برای انجام خاص اراده نیکوی دل خداوند متعال، که فیض و رحمت و محبت برای نجات بشر که به فکر همه است. در رابطه تعمید بود برادرم مخوف استاد عزیز، من 11 سال خدمتگزار خداوندم، تنها و تنها از خود خداوند خدای متعال تعلیم یافتم، یعنی پدر. نه امام میخواستم، نه پیغمبرشه، نه دین و مذهبشه، فقط گفتم صدای منو میشنوی حقیقت بگو من تو رو اطاعت کنم. خدای متعال شنید، با گام و عصا آمد. جلال با نام خداوند خدای متعال تا ابدالآباد، به نام پدر پسر روح القدس که یکی بر من همه چی را آشکار کرد. از ابراهیم آنچه که به من نشون داد دقیقا تو تورات و همان کلامی که دهان قدوس خداوند صادر شد برای من آشکار کرد. وقتی کتاب مقدس خوندم دیدم دقیقا توی خواب و رویا به من همان کلامی که خداوند به ابراهیم فرمود، ابراهیم فرزندان تو به اندازه ماسه های کنار ساحل دریا خواهد شد. همونجا ملاقات کردم و جدم ابراهیم منو دید و من دیدمش. عیسی نشونم داد، گفت ابراهیم پشت سرت رو نگاه کن. میدونی کی بود؟ فرزندان خدای متعال، آنانی که به عیسی مسیح خداوند پسر خدای متعال ایمان آوردن. او پادشاه است بر کل تمامی عالم و جهان، او تسلیم گیرنده است، پادشاهان و رهبران زمینی را برمی افرازد و فرو می ریزاند. او می داند تو
فروتنان را بلند می کند، مغروران را به زیر می افکند. چه کسی می خواهد با عیسی بجنگد؟ چه کسی که در نور پدر ساکن است؟ اینها همه را خداوند بر من آشکار نمود. روزهای آخره در رابطه با تعمید 11 سال من خدمتگزار خداوندم، هیچ باورم نمی کردم که یک شب نیمه های شب در بیداری خداوند من را فراخواند. آنچه تعلیم دادم پاشو و اعلام کن، چه کسی میتواند جلوی منو بگیرد؟ آه خداوند من، ممنونم از تو، سپاسگزارم که فیض و رحمت و محبت تو به تمامی بشر میخوایی بکشانی. کافیه بگن عیسی بیا دستمو بگیر، تو خود تعلیم میدی. خداوندم دیگر کسی نخواهد گفت خدایت را بشناس. ایران حاکمین به گوش باش، هر کس گوش شنوا دارد بشنود. آمین. با خدایی که در نام عیسی مسیح اعلام می شود فرمان خداوند است. آمین. خدا رو شکر برای وجودتون علی عزیز، خدا رو شکر برای وجودتون و شهادت هایی رو که به هر حال تماس میگید، هر دفعه میگید. خدا رو شکر واقعا ایمانی که دارید و برای غیرتی که دارید برای خداوند. خیلی ممنون، مرسی، خدا برکتتون بده از صحبت‌هایی که کردید. واقعا برکت گرفتیم. بعد از فریدون عزیز در رابطه با صحبت‌های علی جان صحبتی دارید یا من برم سراغ سوال دیگه؟ مطرح کردن دیگه همه این مسائل رو و گفتن، بخواستن که حرفشون گفته بشه که از این رسانه حرفشون هم پخش شد و منم در این فاصله نگاه کردم ببینم که رهبر فعلی ارتدوکس ها کی هست و دیدم که اسمش از کنستانتینوپل که در واقع پاتریارخ کنستانتینوپل، پاتریارخ همون پدر، پدران، اجداد، یه همچین چیزی هستش که بهش میگن پاتریارخ به جای پاپ، که اینم برای اون برادری که میخواست بدون رئیسشون کیه کنستانتینوپل. ولی من نمیدونستم، اینترنت رو نگاه کردم. خیلی ممنون، مرسی. بعد از فریدون عزیز سوالات تعدادشون زیاده، اگر بتونیم یه مقدار سریعتر جواب بدیم. سوسای عزیز سوالی پرسیدن ضمن عرض سلام، گفتن انسان موجود پیچیده‌ای هست مثل خدا که سخت میشه شناخت، حتی آدم خودش رو هم به سختی درک میکنه. گاه فکر میکنم باید هر روز کلمه خدا رو بخورم، کلام خدا رو منظورشون هست، و دعا کنم که در این شرایط سخت صدای مسیح رو بشنوم و اراده مسیح رو انجام بدم. مسیحیت راه سخت و باریک هست و شیرین. بله، شما صحبتی دارین در رابطه با صحبتی که من اینجا هستم که سوال جواب بدم، مگه نه؟ در اینجا من هیچ سوالی ندیدم، پس تایید میکنم حرفتون رو. خدا برکتتون بده. بله واقعا خدا برکتتون بده عزیز. مرضیه از این سوال پرسن، گفتن که میخواستم بدونم که آیا دو نفر که هر دو متأهل هستن میتونن به همدیگه در مورد احساسات و روابط جنسی به همدیگه آرامش بدن یا نه؟ آیا خدا اجازه چنین کاری رو به اونها داده یا نه، در صورت که ایماندار هم نیستن؟ یکی از آشنایان من عقیده داره که اگر در زندگی زن یا مردی عاشق کسی به غیر از زن یا شوهر خودش بشه و با هم به اون آرامش برسن، خدا این رو گناه نمیدونه. خب گفتم که خدمت شما، مردم خدایان شخصی دارند با ارزش‌های شخصی، ولی آن خدایی که داریم ازش صحبت میکنیم این رو گناه میدونه، این رو تأیید نمیکنه و این رو مجازات میکنه. مهم نیست مسیحی باشید یا نباشید، یا مهم نیستش که چقدر شما باور دارید که این درسته. خود یکی از عزیزان گفت در سوال قبلیش که انسان موجود پیچیده‌ایه، برای اینکه خدا او رو به شکل خودش آفریده، و همین که خدا او رو به شکل خودش آفریده نشون میده که از انسان حساب خواهد خواست. همین شخصی که داره این صحبت ها رو میکنه، علت این که داره این صحبت ها رو داره به ما میکنه برای اینه که خودش آرامش نداره که این حرفی که میزنه درسته، دنبال فتوا میگرده. نه عزیز من، حرف شما با کمال احترام نه درست نیست، غلطه. صرفا سون شما به شکل لحظه ای آرامش میگیرید، نمیتونید به فردی که باهاش وارد پیوند ازدواج شدید خیانت بکنید. خدا
زانیان رو به شدت تنبیه خواهد کرد. چه شما موافق باشید چه نباشید، برای خدا مهم نیست. بله درسته، بسیار عالی، ممنون برادر فیدون عزیز. سال بعد رو از آرشام عزیز پرسیدن، یعنی در واقع گفتن که درود، در مسیحیت چند تا پاپ وجود داره؟ من فکر میکردم فقط یه پاپ فرانسیس هست، ولی میشه بگید که پاپ برتولمای نخست، امیدوارم درست من تلفظ کردم، رهبر کلیسای ارتدوکس یونان کی هست؟ و همچنین لطفا بگید پاپ تاوادروس دوم در کلیسای اسکندریه کی هست؟ چرا میگن پاپ فرانسیس جانشین پتروس و برتولما جانشین آندریاس و تاوادروس دوم جانشین مرقس هستن؟ آیا واقعا اینطور هست؟ آیا این افراد معصوم هستن؟ ببین، سیستم پاپی از زمانی به وجود اومد که خداوند به پتروس گفت من کلیسای خود رو روی این صخره بنا میکنم، و از اون موقع به بعد پتروس در واقع به عنوان رهبر کلیسا مطرح شد و پاپ ها بعد از اون جانشینان پتروس بودن، یا خودشون رو به عنوان جانشینان پتروس معرفی کردند و به اصطلاح کفشای آن ماهیگیر رو پوشیدند. و از اون موقع به بعد در سیستم و نظام کاتولیکی یا پاپی به اصطلاح شیوه به این ترتیب بود که به اصطلاح اسقفان، کاردینال ها و کاردینال ها به اصطلاح با رأی مخفی یکی رو به عنوان پاپ انتخاب میکردن که فیلمش رو دیدید. و این پاپ ها خب چون از سیستم کاتولیکی که از جاهای مختلف است، یه پاپی میتونست از اسپانیا باشه، یه پاپ میتونست از یونان باشه، یه پاپ میتونست از فرانسه باشه، برای اینکه اینها از جاهای مختلف در واقع رسیده بودن به مقام کاردینال هایی که بعدا باید انتخاب میشدن، شورت لیست میشدن، و این لیست بالا بلنده. و برای اینکه بتونم بهتون بگم که این کی بود، اون کی بود، اون کی بود، باید برم تو اینترنت، که خود شما هم میتونید برید تو اینترنت و چک کنید ببینید کی هستن. ولی آیا این پاپ ها معصوم هستند؟ هیچ کس معصوم نیست. هیچ کس معصوم نیست. حتی پیغمبران هم معصوم نیستند. این چخان پخان هایی رو که ادیان مطرح میکنن که پیغمبران معصومند، اصلا باور نکنید. همه انسان ها در وضعیت گناه قرار دارند و از طریق ایمان به عیسی مسیح هستش که گناهان پاک میشه و از اسارت گناه آزاد میشن. بنابراین انسان معصوم نیستش و پاپ ها هم همینطور معصوم نیستن. اینها صرفا خادمینی هستند که به قول معروف میخوان که کار خداوند رو ادامه بدن از طریق کلیسای او که برقراری ملکوت خدا در روی زمین هستش. به فیض خدا وقتی که برادر ما جناب و دوست عزیزم جناب کشیش مولود، امید مولودی در برنامه شرکت داشتن، پیشنهاد میکنم که این سوالات رو از ایشون بفرمایید. من مطمئن هستم که بیشتر از من در این زمینه به شما اطلاعات خواهند داد، یا همونطور که خدمتون عرض کردم اینترنت رو بگردید و مطمئنم که اطلاعات به مراتب دقیق تری رو به دست میارید. خیلی ممنون، مرسی بعد فیدون عزیز. سوال بعد رو سجاد عزیز پرسیدن، گفتن که رویا چه جایگاهی در مسیحیت داره؟ من با دینی به نام اکنکار، امیدوارم درست گفته باشم، آشنا شدم و با مراقبه و ذکر گفتن رویایی دیدم که انگار در زمان سفر کردم، رفتم به زمان عیسی مسیح و دیدم تمام حواریون مسیح به عیسی خیانت کردن و او رو فروختن. مثل یک فیلم بود، اصلا من خودم انگار اونجا بودم. اگه با اکنکار آشنایی دارید لطفا دربارهشون توضیح بدید. میشه این سوال منو بپرسین؟ خیلی برام مهمه. بعد افتاد من همینجوری داشتم خیلی حالا سریع نگاه کردم، مثل اینکه اکنکار یک جنبش نوپدید دینی هست که در سال 1965 در ایالات متحده بنیانگذاری شده و این جنبش بر ممارست معنوی که ممارست کنندگان رو به تجربه آنچه پیروانش نور و
صوت الهی مینامند قادر می‌سازد. تجربه شخصی از این نور و صوت معنوی هدف اولیه این روش هست و ادعا می‌کنه که مسیر درونی شخصی منحصر به فرد و فردی رو به سوی فهم خود به عنوان روح و توسعه آگاهی بالاتر، هوشیاری و خدا رو فراهم می‌کنه. مرسی سالی جان، واقعاً خیلی کمک بزرگی بود، برای اینکه واقعاً نمی‌دونستم این شخص کی هست. ولی حالا که شما این رو مطرح کردید، بذارید پس من به دوست عزیزمون یک بسلا توضیحی بدم. و اون توضیح این هستش که متاسفانه این روزها در دنیای غرب، همینطور در ایران خودمون هم، انسان از اونجا که نمیتونه بدون معنویات زندگی بکنه، برای اینکه معنویات و باورهای معنوی هستش که به اصطلاح معنا و مفهوم به زندگیش میده، چسبیدن به تفکراتی که به اونها میگن نیو ایج یا تفکرات عصر جدید، که این تفکرات عصر جدید معطوف بر این هستش که به جای اینکه بیرون از خود انسان به دنبال حقیقت بگرده، در داخل خود انسان به دنبال حقیقت میگرده و در این راستا انواع و اقسام روش ها و چیزهای مختلف وجود داره که این بسیار شیوه هم که اسم بردید در زیر مجموعه همون روش ها قرار داره. چرا گفتم در ایران؟ در ایران هم ما همچین چیزی رو داریم، منطقه مال ایران نوع خودش رو داره که فلسفه نیو ایج رو با فلسفه افلاطونی نو با همدیگه قاطی کرده و عرفانی رو به وجود آورده که اون هم حقیقت رو در بیرون از خود انسان دنبالش نیست، بلکه در داخل خود انسان دنبالشه. بنابراین زیادند از این چیزها و مطمئنن و هیچ فردی، من فکر نمی کنم که بتونه وایسته و بدون اینکه بشنو و مطالعه کرده باشه در مورد اینا بخواد جواب سوال رو بده. ولی در رابطه با رویا سوالتون بود که چه جور رویاهایی وجود داره و اینا، این اونجای بهش میگن تریکی یا فریب دهنده هستش، برای اینکه رویا و خواب میتونن منابع مختلف داشته باشند. بعضی وقتا بعضی از افراد در فیسبوک میبینم که چیزهایی رو میگن و زیرش کامنت هایی که مینویسن مردم میگن آقا این دیشب چی زده بوده یا تو داشت چی میزنی از این حرفا، برای اینکه این رو چیزها عزیزان من مشخص نیست که به چه شکلی. اگر میخواید بدونید که خوابتون از جانب خداست یا نه، یک، این شیوه الان مود شده، شما خواب میبینید و زنگ میزنید به منی که تو تلویزیون نشستم و میخواید که من براتون تعبیر کنم، یه همچین چیزی وجود نداره. اگر خدا به شما خواب داده، خودش هم زحمت بکشه به خودتون معنیشو بگه، خوابو به شما میگه، تعبیرشو به من ابدا. بنابراین اگر خوابی دیدید که مطمئن نیستید که از خداست یا نه، زانو بزنید، در نام عیسی مسیح دعا کنید و بگید ای خداوند، ای روح القدس عزیز، دعا میکنم مفهوم و معنی این دعا رو برای من آشکار بکن و منتظر باشید تا آشکار بکنه معنی و مفهوم دعایی رو که خوابی رو که شما دیدید یا رویا رو. و بعد خواب و رویا باید یک نتیجه‌ای داشته باشه، نتیجه‌ای در ایمان فرد داشته باشه، نتیجه‌ای در مکاشفه الهی باشه، یه چیزی باشه قبلا فرد نمیدونست و الان فهمیده و در ایمانش تقویت شد، در ایمانش اومده بالا. حالا این خوابی که این دوست عزیز من دیدن چه اثری در ایمانشون نسبت به مسیح داشته نمیدونم، چون من فقط در مورد مسیحیت صحبت میکنم، ولی اینکه در مورد صوت و نور و رفتن در زمان به عقب و دیدن شاگردان مسیح بهش خیانت کردن، این احتیاج به رویا نداره که، در کلام خدا نوشته دیگه، در انجیل نوشته که شاگردان ول کردن در رفتن و همه اونها اونجا هست دیگه، رویا لازم نیست در اون مورد ببینیم. خیلی ممنون، مرسی. بعد افتون تعداد سوالات زیاده، من سعی میکنم تا اونجایی که بشه، خیلی هم وقت نداریم. خودت جواب بده سالی جان، خیلی خوب جواب میدی، همین مثل این سوالی که گفتی، من هیچ مشکلی ندارم. چشم. جواب
بیننده رو وقت شما بدید. بعد از فریدون عزیز سوال بعد رو احمد رضای عزیز پرسیدن، گفتن که آیا به نظر مسیحیان خداوند تا حالا شده از کسی بدش بیاد که این همه مشکلات و رنج بهش بده یا اینکه نه؟ خداوند از کسی بدش بیاد، ما در کلام خدا میبینیم که خداوند از فرد بدش نمیاد، از اعمال بدش میاد، از کردار بدش میاد. مثلا فرد یه کاری میکنه، خداوند میگه که من این کاری رو که تو کردی تایید نمی کنم، حتی بعضی وقتا میگه ازش کراهت دارم، یعنی حالم رو به هم میزنه. نمیگه اون فردی که این کار رو میکنه حالش رو به هم میزنه، برای اینکه اون فردی که این کار رو میکنه خدا میخواد اون نجات پیدا کنه، خدا او رو دوستش داره، او فرزند خدا هستش، خدا به خاطر او بود که عیسی مسیح رو در روی صلیب فدا کرد. بنابراین بله، خدا از اعمالی که انسان ها میکنند بدش میاد، برای اینکه اعمالی که با ذات خدا نخونه خدا اوتوماتیک نسبت بهش عکس العمل خواهد داشت. خدا نمیتونه ذات قدوس خودش رو خدشه‌دار بکنه، ذات قدوس خدا همیشه عکس العمل نشون میده، ولی در عین حال ذات محبت خدا انسانهای خاطی رو دوست داره و عشقش اینه که این انسانها از اون وضعیت بیان بیرون و نجات پیدا بکنن و برای این بالاترین بها رو هم پرداخت کرده. حالا اگر من دچار مشکلات زیاد هستم و فکر میکنم و این فکر در من به وجود اومده که خدا منو دوست نداره، خیلی رک و سریع میگم این دروغ محضه. این دروغیه که شریر، شیطان، ابلیس میخواد در ذهن ما بکاره که خدا ما رو دوست نداره صرفا به خاطر اینکه کارهایی که داریم میکنیم. نه، محبت خدا به این شکل شرطی نیست. خدا از کارهایی که میکنیم ناراحته، ولی ما رو اینقدر دوست داره که اگه ما دست برداریم و به جانب او بیاریم ما رو میپذیره. مشکلاتی که در زندگی باهاش درگیر میشیم مشکلاتی هستش که به خاطر اینکه در این دنیای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، با نظام غیر منصفانه، غیر عادلانه که برش حاکمه، با این بیماری های مختلف که حتی روی دی ان ای انسان اثر گذاشتن، با نظام هایی که دائم بهره وری و استثمار و بهره کشی روش استواره، ما انسان ها قربانیان این نظام هستیم و به سرمون میاد. مال بعضی ها بیشتره، مال بعضی ها کمتره، ولی خداوند در اونجا عزیز من تو رو دوست داره، به حضورش دعا کن. اتفاقا نمیشب دعا کن شما دوست عزیز من، نیازی هم نیست مسیحی باشی، چون این وسط معاملهی در کار نیست. مسیحی بشی مسیحی نشی، خدا پدر توه، بنابراین دعا کن. این بابایی که تو تلویزیون بود، این فریدونه، به من گفت تو بابای من هستی. اگه بابای من هستی یعنی اینکه احتیاجات من برای تو مهمه. خواهش میکنم، اینش مهمه. در نام عیسی مسیح، توسل باید عیسی مسیح باشه. چرا باید عیسی مسیح باشه؟ برای اینکه فقط در نام عیساست که شما به حضور خدا میتونید شرفیاب بشید. به غیر از این چاره ای نیست. شما میگید آی من این کار رو نمی کنم، چاره ای نداریم. همه ای ما چاره ای نداریم، اونقدر در مشکلات غرق هستیم که چاره ای برای ما نیست. ما لازم هست از همون دری که خود خدا میگه بریم تو. در رو ما انتخاب نمیتونیم بکنیم و خدا میگه از طریق عیسی مسیح. بنابراین از طریق عیسی مسیح، در نام عیسی مسیح پدر جان دعا میکنم. بعد مشکل رو مطرح کن، بعد منتظر باش. اگر نشد خواهش میکنم یه تکست به من بفرست و بگو برادر فریدون شما دروغگو هستید. مرسی بعد افریدون، خیلی ممنونم از توضیحاتی که دادید. متاسفانه فرصت نداریم که به سوالات دیگر عزیزان برسیم، اما من به شما قول میدم دوستان که سوالاتتون محفوظ بمونه. ما برنامه خواهیم داشت برای سال نو
که این برنامه از پیش ضبط میشه و سوالاتی که از قبل پرسیده شده رو میتونیم در این برنامه بپرسیم، پس نگران نباشین و مطمئنا سوالاتتون پرسیده خواهد شد. ممنون از سوسای عزیز، داریوش عزیز، مصطفی عزیز، شاهرخ عزیز، بیننده عزیزی که اسمشون رو نگفتم و آناهیتا جان. من تمام سوالات و صحبت های شما از آن رو گرفتم، اما وقت دعا هست. بعد از دیدن دعای ربانی و شنیدن دعای ربانی برمیگردیم و با هم در دعا خواهیم بود. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام رسد. نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض های ما را ببخش، چنان که ما نیز قرضداران خود را می بخشیم، و ما را در آزمایش میامد، بلکه از آن شریر رهای مانده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد الآباد از آن توست. آمین آمین. عزیزان با ما لطفاً متحد باشید. برای دوستانی که درخواست های دعاشون رو فرستادن در دعا باشیم. بعد از فیدون عزیز من اسامی رو میخونم و لطفاً شما برای این عزیزان در دعا باشید. مرزی عزیز خواستن برای آرامش در زندگیشون و تقویت ایمانشون دعا بشه. دانیال عزیز برای آقای یان که تومور خطرناک مغزی دارن و برای فرح و حسین که دچار بیماری کرونا شدن. ماهرخ عزیز برای برادرشون فرهمند که کرونا گرفته و برای تمام بیماران. ایرج عزیز برای مشکلات زندگیشون و سلامت جسمیشون. الهه عزیز برای پسرشون که در جفا، برای خودشون و پسرشون که در جفا هستن. مصطفی عزیز برای سلامتی مادرشون و اینکه خداوند قلب خواهر و برادر و تک تک اعضای خانوادهشون رو لمس کنه. احمد رضای عزیز برای سلامتی مردم و همینطور خودشون. و فریبای عزیز هم برای باز شدن برکت و رحمت در زندگیشون. اگر برای این عزیزان در 2.5 دقیقه دعا کنین ممنون. بله بله. پدر قدوس، چقدر خوشحال هستیم که در نام عیسی مسیح میتونیم به حضورت بیاییم. تو را شکر میکنیم که در حضورت رو برای ما باز گذاشته ای که بیاییم، و تو را شکر میکنیم که تو به ما گفتی که پدر ما هستی. این نیستش که ما این لقب رو خداوند به تو داده باشیم، بلکه این تو هستی که مشخص کردی که رابطه ای که با ما داری چی هست، و به خاطر همین هم اطمینان دارم احتیاجات ما رو خداوند اهمیت میدی، اطمینان دارم حفاظت ما برای تو مهمه، اطمینان دارم خداوند که تو میخواهی در زندگی ما نقش بنیادین داشته باشی، و این عزیزان خداوندا به تو روی آوردن، به پدرشون کجا برند؟ اینها خداوندا نزد پدر آسمانی اومدن که قادر مطلقه و باور دارن که میتونه بکنه و میکنه، دارن که دوستشون داره. من هم با باور اونها متحد هستم. پس همه ما به عنوان فرزندانت متحد همه این دعاها رو در حضور تو میذاریم خداوندا، و دعا میکنم برای آرامش، دعا میکنم خداوندا برای شفا. تمامی آیات کلام تو رو که در رابطه با شفا هستش روی این عزیزان قرار میدم و بر همه اونها شفا رو اعلان میکنم که از آسمان برای اونها صادر میشه، و خداوندا دعا میکنم برای برکت در زندگی اونهایی که الان به برکت احتیاج دارند. دعا میکنم برای افرادی که مشکلات عدیده در اونها خداوند در زندگیشون هست. خداوند دعا میکنم برای افرادی که در کرونا گرفتارن و یا در ترس کرونا دارن به سر میبرن، و دعا میکنم در نام عیسی مسیح که ای خداوند این عزیزان رو تو محافظت بکن. و همینطور دعا میکنم برای ملت ایران ای خداوند که تو خداوند این معضل کرونا رو خداوندا برداری، و آن درسی رو که ما انسان‌ها باید یاد می‌گرفتیم خداوندا پروسش رو کوتاه کنی، تا خداوندا حقیقتاً ما بتونیم در تو آرامی داشته باشیم. همه این افراد رو با احتیاجاتشون در حضور تو می‌ذارم به نام خداوند ما عیسی.
آمین. فریدون عزیز، از حضورتون در برنامه من هم دعا میکنم که سلامتی با شما باشه، با خانواده، و به امید خدا که در برنامه های آینده باز هم در خدمتون باشیم. خدا نگهدارتون باشه. بعد از فریدون عزیز ممنونم. خواهش میکنم. خیلی ممنون و تشکر از شما عزیزان که با ما همراه بودید. تکرار برنامه امشب رو میتونید روز پنجشنبه ساعت 3 بامداد و همچنین شنبه 10 صبح به وقت ایران تماشا کنید. هفته آینده با شما عزیزان خواهیم بود و در رابطه با مکتب‌های تفسیری صحبت خواهیم کرد و کشیش امید مولودی عزیز مهمان عزیز برنامه‌مون خواهند بود. در طول هفته میتونید با ما در تماس باشید. اگر سوالی دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید، خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.